سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدید به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's Misa and welcome back to 5 minute English. لطفاً دیگه خودتون میدونید دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو یادتون نره. بچه علت این که میگم زنگوله به خاطر اینکه وقتی ویدیو آپلود میکنین نوتیفیکیشنش واسه شما میاد و شما از درس عقب نمیمونی، قشنگ نوتیفیکیشن رو میبینی، سوایپ میکنی و نگاش میکنی و لذت میبری. خب امروز یک اصطلاحی داریم که من به شخص از اعماق وجودم بهش ایمان دارم و اون اصطلاح چیه؟ تو فارسی بهش میگیم گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. به نظر من هر چیزی که قدیمی‌ها بهمون میگفتن، مادر بزرگامون، پدر بزرگامون، هر کسی که تجربه زیادی تو زندگی داره و به قول معروف میگن موهاشو تو آسیاب سفید نکرده، اون فرد میتونه واقعا نصایح خوبی واسه ما داشته باشه. و به نظر من گر صبر کنی واقعا زغوره حلوا سازی و اگر باور داشته باشی که یه اتفاق میفته و صبر کنی، بهترین چیزا براتون رقم میخوره. حالا ما چجوری میتونیم اینو تو انگلیسی بگیم؟ Good things come to those who wait. Good things come to those who wait. چیزای خوب میرسه به کسایی که صبر میکنن. بچه ها نه گوره داره، نه حلوا داره، نه فلان داره، هیچی نداره از فارسی تو انگلیسی، چون اصطلاح پروربه. Good things come to those who wait. چیزای خوب میرسه به کسایی که صبر میکنن. It means if you be patient in life, you'll see good things in your life. اگر در زندگیت patient باشی، صبور باشی، چیزای خوب هم در زندگیت میبینی. So good things come to those who wait. بریم سراغ مثال. Number one, Mom, when can I have my birthday present? Mom, when can I have my birthday present? بعد مامانش جواب میگه good things come to those who wait, sweetie. مامان، من کی میتونم کادوی تولدم رو داشته باشم؟ مامانش بهش میگه عزیزم، گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. Sweetie means honey, dear, my love. هر چیزی، عزیزم، خوشگلم، شیرینم، هر چیزی که شما میگین، sweetie. Number two, you need to be patient when investing money. Remember that good things come to those who wait. You need to be patient when investing money. شما وقتی میخواییم پولتون رو سرمایه گذاری کنیم باید صبور باشید. Patient means صبور. Patient, somebody who waits for a long time to have something in her life. کسی که توی زندگیش صبر میکنه تا به یه چیزی برسه بهش میگیم patient, صبور. باید صبور باشی وقتی داری پولتو سرمایه گذاری میکنی. Remember، به یاد داشته باش that good things come to those who wait. چیزای خوب میرسه به کسایی که صبر میکنن، یا گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. Number three, why is it taking so long to get dinner ready? Can you hurry up? چرا انقدر داره طول میکشه شما آماده کنی؟ نمیتونی یه ذره عجله کنی؟ Oh honey, good things come to those who wait. او عزیزم، گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. یه کانورسیشن بین زن و شوهر قطعا و یقینا. So why is it taking so long to get dinner ready? چرا انقدر زمان میبره که شما حاضر کنی؟ Why is it taking so long? چرا داره انقدر زمان میبره؟ Can't you hurry up? عجب عبارتی. Can't you hurry up? میشه یه ذره بجنبی؟ Oh honey, good things come to those who wait. چیزای خوب میرسه به کسایی که صبر میکنن. I've got two important questions for you guys. دو تا سوال مهم براتونم. The first question is, are you patient in your life? Are you patient in your life? Do you wait for things that you want to have in your life? آیا شما صبورین و برای چیزی که میخواین تو زندگیتون بهش برسین صبر میکنین؟ So are you patient? And the second question is, what are the advantages of being patient in life? سودمندی ها و فواید صبور بودن در زندگی چیه؟ ضرر نداره، فقط سوده. واقعا بهتون میگم هر چیزی قدیمی بهتون گفتم بچه‌ها، واقعا با اعماق وجودتون یادش بگیریم و تو زندگیتون استفاده کنین. دروغ نمیگن، یه چیزی میدونن که میگن. پس ask these two questions please. Are you patient in your life and what are the advantages of being patient? Please comment your answers only in English, even if you have doubt about it. اگر که حتی اگر شک دارین راجع بهش، لطفاً کامنتاتونو انگلیسی بذارین. And no فارسی please. هیچ فارسی نه. اگر که اشتباه باشه من براتون سعی میکنم، اگر که درست باشه براوو. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم لایکش کنین و به دوستان خودتون معرفی کنین. Don't forget to answer my questions. فراموش نکنین که به سوالای من پایین جواب بدین. Until another 5 minute English. Take care. See you soon. And bye bye.